سرخط خبرها. ممنوعیت کار زنان افغانستان. کاردار سفارت امریکا میگوید وزیر اقتصاد طالبان مسئول است. حمایت اسماعیل خان از معترضان. جلوگیری از تحصیل دختران حق مسلم آنها را ضایع میکند. امشب در کابل بزرگترین تحول تاریخ رقم میخورد. مشروع خبرها. افغانستان انترنشنال گزارش میدهد پس از منع کار زنان، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان میگوید قاری الدین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان مسئول است. کرندکر گفت در شرایطی که زنان اجازه توزیع کمک ها به زنان و کودکان را ندارند، او به عنوان نماینده بزرگترین کمک کننده کمک های بشردوستانه به افغانستان حق دارد صحبت کند. در ادامه اعمال محدودیت بر زنان، وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه با صدور مکتوبی به مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی دستور داد کار تمام کارمندان زن را متوقف کنند. این اقدام طالبان با واکنش کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی مواجه شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشاره به ممنوعیت کار زنان در مؤسسات گفت که این تصمیم طالبان برای مردم افغانستان ویرانگر است و کمک‌های حیاتی و نجات بخش به میلیون‌ها نفر را مختل می‌کند. همزمان تام وست نماینده آمریکا برای افغانستان نیز گفت که این اقدام طالبان عمیقا غیر مسئولانه است. سازمان ملل این اقدام طالبان را محکوم کرد و اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که در حال بررسی کمک ها به افغانستان است. حمایت اسماعیل خان از معترضان. جلوگیری از تحصیل دختران حق مسلم آنها را ضایع می کند. محمد اسماعیل خان در واکنش به ممنوعیت تحصیل دختران گفته است که این اقدام نه تنها دختران را از حق مسلمشان محروم میکند بلکه مردم را نسبت به آینده ناامید میکند. این رهبر پیشین جهادی در فیسبوکش نوشت با دخترانی که به این تصمیم طالبان اعتراض میکنند افتخار و از آنها حمایت میکند. اسماعیل خان افزوده که آموزش حق مشروع و بنیادی زنان و دختران است و استفاده از توانمندی آنان نیازمند جامعه است. اکثر کشورها و سازمانهای اسلامی این تصمیم طالبان را خلاف اصول اسلامی خوانده و از طالبان خواستند که در تصمیم خود تجدید نظر کند. طالبان نه تنها پاسخ مبتنی بر اعتراض و خواسته های جهانی نداده بلکه دانشجویان را که در شمار از ولایت‌ها دست به اعتراض زدند لاتکوب کردند. کابل در محاصره زیرپوش‌ها. مذاکره ظاهراً شکست خورده است. نقشه جدید پاکستان آمریکا خوب پیش می‌رود. وضعیت فعلی در کابل و قندهار پیچ و تاب یک درد زایمان غیر طبیعی است که باید طالبان خوب تولد شود. در جلسه دیشب که در خانه ملا برادر برگزار شده بود، معتصم آقا جان پیشنهاد داده که خود ملا برادر مسئولیت زعامت طالبان را در دست گیرد. منبع رزاق مامون. یک بام دو هوا. ملا برادر خلاف دستور رهبر طالبان خواستار دسترسی شهروندان به حقوق شد. در حالی که طالبان در چند روز اخیر زنان را از حق آموزش و کار در سازمان‌های ملی و بین‌المللی منع کردند، معاون رئیس الوزرای طالبان خواستار دسترسی شهروندان افغانستان به حقوقشان شدند. آژانس باختر خبرگزاری دولتی که زیر کنترل طالبان فعالیت دارد، پیش از چاش روز یکشنبه چهارم جدید در توییت به نقل از ملا برادر معاون رئیس الوزرای طالبان نوشته است که مردم نباید از حقوقشان محروم شوند. او این اظهارات را در نشست معافیت از جرایم مالیاتی در ارگ بیان کرده است. هرچند توضیحات بیشتر در پیوند به این گفته ملا برادر ارائه نشده، اما در روزهای اخیر انتقادهای گسترده ای از سلب حق آموزش، تحصیل و کار زنان از سوی طالبان صورت گرفته است. پیش از این نیز شمار از مقامهای طالبان مخالفتشان را با تصمیمهای اخیر رهبر این گروه اعلام کردند. این در حالی است که بر بنیاد گزارشها ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان دیدار با سراج الدین حقانی و ملا یعقوب بر سر لغو منع تحصیل زنان را رد کرده است. وزش باد و بارندگی های شدید موجب لغو هزاران پرواز در امریکا شده است. صدای امریکا گزارش می دهد. وزش شدید باد و بارندگی های شدید و بروری روز جمعه 23 دسامبر موجب هرج و مرج در سراسر ایالات متحده شده، زیرا هزاران پرواز لغو و شاهراهای عمده بر روی ترافیک مسدود شده است. وزش بادها و بارندگی های شدید در حال در بخش اعظم ایالات متحده رخ می‌دهد که میلیون‌ها نفر در این وقت سال قبل از رسیدن عید کریسمس از ایالت به ایالت دیگر سفر می‌کنند و ماه دسامبر یکی از پر ازدحام‌ترین ماه‌ها در این کشور می‌باشد.
بر اساس گزارش اداره ملی آب و هوای ایالات متحده، درجه حرارت در برخی نقاط از 4 درجه سانتیگراد به تا منفی 40 درجه سانتیگراد می رسد. سرمای شدید توهم با وزش باد و بارندگی های شدید زمستان 240 میلیون نفر که 72% جمعیت امریکا را تشکیل می دهد به گونه متاثر ساخته شده است. بر اساس گزارش ها بیش از 1 میلیون نفر در جنوب و شرق ایالات متحده روز جمعه بدون برق به سر بردند و در شرایط سرمای شدید این وضعیت برای مردم قابل نگرانی است. انجمن موتورسازی ایالات متحده روز جمعه گفت که شرایط جاده‌ها در برخی نقاط آمریکا هنوز هم خطرناک باقی مانده است. با این حال انتظار می‌رود که 100 میلیون نفر از این جاده‌ها استفاده کنند. ادارات حمل و نقل در ایالت‌های داکوتای شمالی و جنوبی، اوکلاهوما، آیوا و برخی مناطق دیگر گزارش دادند که جاده‌ها پوشیده از یخ هستند، قابلیت دید به دلیل غبار به صفر رسیده و از مردم خواستند تا در خانه‌هایشان باقی بمانند. وزش باد و بارندگی های شدید موجب لغو هزاران پرواز در سراسر ایالات متحده نیز شده است. بر اساس گزارش وبسایت آگاهی پرواز فلایت اویر، بیش از 3520 پرواز روز جمعه در سراسر امریکا لغو شده و 1900 پرواز دیگر به تاخیر افتاده است و بسیار از این پروازها در میدان های هوایی بین‌المللی مانند نیویورک، سیاتل و شیکاگو لغو شده و یا به تاخیر افتاده است. امریکا، کوریای شمالی به یک شرکت نظامی روسی تسلیحات فرستاده است. قصر سفید گفت که کوریای شمالی به واگنر گروپ، یک شرکت خصوصی نظامی روسی، تسلیحات نظامی تحویل داده است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، گفت که در تخطی از قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد و به دنبال فروش راکت‌ها و میزایل‌های قوای پیاده از سوی کوریای شمالی به روسیه، ایالات متحده تعزیرات علی واگنر گروپ را افزایش خواهد داد. کربی افزود واگنر در سراسر جهان در جستجوی اکمالات تسلیحات برای حمایت از عملیات‌های نظامی روسیه در اوکراین است. او علاوه کرد که این گروه ماهانه بیش از 100 میلیون دلار را در عملیات‌های روسیه بر اوکراین هزینه می‌کند و در اردو و سایر وزارتخانه‌های روسیه در حال مبدل شدن به یک مرکز قدرت است. این در حالی است که در بیانیه‌ای که خبرگزاری مرکزی کوریا آن را نشر کرده، وزارت خارجه کوریای شمالی هر گونه داد و ستد تسلیحاتی با روسیه را رد کرده و گفته است که این داستان توسط برخی از نیروهای متقلب به اهداف مختلف ترتیب داده شده است. با آن هم جیمز کلیریلی، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که کشورش با ارزیابی آمریکا موافق است که کوریای شمالی با نقض قطعنامه‌های ملل متحد به واگنر گروپ تسلیحات داده است. کلیرلی در بیانیه گفته است که این که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای خرید تسلیحات به کوریای شمالی رو آورده، که این خود نمایانگر مجبوریت و انزوای روسیه است. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید. شب و روزتان خوش.